اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما برادران و خواهران بزرگوارم. تبریک عرض میکنم میلاد مسعود قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان رو خدمت شما بزرگواران. جا داره یادی بکنیم از مرحوم حاجای کافی که به صورت قمری اگر حساب بکنیم شب رحلت ایشونه، چون ایشون صبح نیمه شعبان در یک تصادف مشکوک که خیلی ها معتقدن توسط ساواک سازماندهی شده بود به رحمت خدا رفتن. این مهدیه رو هم اگر اینجا الان دوره هم نشستیم یک جورایی از این حیث مدیون ایشونیم. بالاخره از نوکرای امام زمان بوده، سالها گذشته، هنوزم که هنوزه خیلی سخنرانی ایشون رو گوش میکنن. اون سوز و گدازی که ایشون داشت حقیقتا از ته دل بود. انشالله یه روزی هم باشه نوکرای بعدی امام زمان از ماها یاد بکنن. یک صلوات فاتحه نثار ایشون و همه نوکرای امام زمان بفرمایید. امشب بنا دارم راجع به زیارت آل یاسین صحبت بکنم و یه شرح مختصری بر این زیارت انشاءالله داشته باشیم. مفصل اگه بخوایم مفصل صحبت کنیم دو سه شبی وقت میبره، نمیتونیم دیگه عباراتشو تک تک مثل زیارت عاشورا که سخنرانی مقامات زیارت عاشورا بررسی کنیم. اما یک دعاییه که یه زیارتنامه خیلی سبک و با حجم کمه، انشاءالله یه جوری باشه که دوستان بتونن حالا اگه بتونن هر روز یا هر چند روز یه بار بخونن، ساده هم هست، میشه حفظش هم کرد. زیارت در لغت یعنی قصد کردن، میل کاری رو انجام داشته میشه زیارت. از نظر ما هم زیارت دلیل خاصی نمیخواد. یه نفر میخواد بره محبوبشو ببینه، معشوقشو ببینه، دلیل میخواد. از قضا هر چیزی رو دلیل میکنه که بره ببیندش. اصلا از همین عشقای زمینی هم که طرف بخواد مثال بزنه نمونه ها فراوانه. حتما باید یه دلیلی داشته باشه طرف بره محبوب و معشوقشو ببینه. نه، از قضا بی دلیل دنبال اینه که بره به او سر بزنه. حالا این محبت‌های غریزی کجا و که جنسش جنس دنیوی است و اون محبتی که هدایتگر، چاره‌ساز، حرکت آفرینه، اون محبتی که تو رو تو مسیر درست میاره، اون کجا؟ زیارت از این جنس معرفت رو هم زیاد میکنه. وقتی زیارتت غریزیه میری محبوب و معشوق تو ببینی، وقتی میرسی بهش محو چهرش میشی، محو حرکات و سکناتش میشی، فلزا زیاد معرفت اخلاقی روش پیدا نمی کنی. از قضا ممکنه خیلی از بدیهاشو خوبی ببینی. آدم بددلیه، تو اینو جنم ببینی. بددلی رو غیرت ببینی، خب خیلی بده دیگه. اما تو این نوع محبت که سراغ یه امام میری، نه چهره‌ای تو ذهنته، نه درک جسمانی داری، فلزا محو کمالات او میشی، محو خلقیاتش میشی. وقتی از خوبیای امامت میگن اش تو چشات ساری و جاری میشی. دیدید وقتی از ایثار ابا عبدالله میگن، از مظلومیت امیرالمومنین، از شجاعت امیرالمومنین اینا رو میگن کیف میکنی؟ پس دقیقاً این نوع زیارت، این نوع دیدار با معشوق و محبوب ما رو به بهترین سمت میبره.
این زیارت از قضا خود محبت هم ریشه دارتر میکنه. مثل یک کسی که تو درگاه امام حسین بهش میگن پیر غلامه، اون دیگه اصلا یه حق آب و گل داره اینجا. چرا؟ چون هر بار که اومده محبتش بیشتر شده، معرفتش بیشتر شده، اون محبت و معرفت بیشتر زیارت بعدی رو درست‌تر کرده. این نوع زیارت زمینه ساز ارتقاء روحیه، چون تو میخوای بری خودتو شبیه محبوبت کنی، تو میخوای شبیه بهترین الگوها و اسوه‌های روی زمین بشی. از سمت دیگر تعظیم شعائر خدا هم هست. هیچ جایی رو کره زمین، هیچ جایی روی کره زمین به اندازه حرم امام رضا نماز خونده نمیشه، حتی تو خونه خدا. مردم میرن یه زیارتی میکنن، بعدش چیکار میکنن؟ نماز میخونن. توحیدی ترین نمازها و عبادات در بین ائمه مخصوص امام زمان، توحیدی ترینه. شما نماز امام زمان رو دیدید؟ به ایاک نعبد و ایاک نستعین که میرسی صد بار تکرار میکنی. کدوم نماز دیگر اینجوری داری؟ ذکر رکوعش رو 7 بار میگی. اگه بقیه 1 بار میگن سبحان ربی العظیمه و بعمده، رو 7 بار میگی. ذکر سجدهش رو 7 بار میگی. نماز به محض اینکه تمام میشه یه دونه لا اله الا الله میگی. میبینی؟ اصلا میری اونجا که خدایی تر بشی. این وهابی ها و احمق هایی که ببخشید اسم اینا رو توی همچین شبی میارم حالتون رو خراب میکنم، اینا هیچی نمیفهمن. شما سرجم نگاه بکنید ببین چند تا نماز تو حرم امام رضا خونده میشه، چند تا نماز تو کنار کعبه خونده میشه. چقدر نماز تو راهپیمایی 40 خونده میشه؟ تو همین رکوردای گینس رکورد طولانی ترین نماز جماعت رو شکست دیگه. این مردم که همین طور دارن این مثل رود جاری شدن به سمت اون دریا، وقتی میرسن به زمان نماز تمام این موکبانه که رفتن دیدن دیگه، اصلا دیگه فقط اون لحظه باید با یه نفر با هلیکوپتری با این کوادکوپتری بیاد فیلم بگیره یه نماز جماعت از نجف تا کربلا، همه دارن نماز جماعت میخونن. کجا همچین چیزی داریم؟ نتیجه زیارته. زیارت یه فرصتیه برای مقایسه شدن با بقیه زوار. تو فقط تو که زائر نیستی که، وقتی میری اونجا همین امشب فقط تو تنها آمدی اینجا؟ نه، آدمای از جاهای مختلف، چه بسا شهرهای مختلف، از نژادهای مختلف، سنای مختلف میان میشینن کنار همدیگه. دیدید وقتی یه همچین حالاتی پیش میاد یه بغل دستی داره تو راحت عشق میریزه چه قبطه ای میخوری؟ اونا که سن و سالی ازشون گذشته یه نوجوانی رو میبینن داره عشق میریزه چه قبطه ای میخورن؟ میان تو که گناهی نکردی که. حاج حسینایی یکتا تعریف میکرد، میگفت ما دعای کمیلمون رو میخوندیم شب جمعه تو زمان جنگ، منطقهشون نوجوان بوده زمان جنگ دیگه. بعد میگه اینقدر گریه میکردیم خدای ببخشین گناه های ما رو، بعد میگه تو ذهنمونم میگشتیم دنبال یه گناهی میگشتیم کدومو بگم مثلا، بعد مثلا گناه ها در حد چی، حالا ایشون اینو نمیگه حالا من میگم مثلا با فلانی شوخی کردم خدای ببخش، یه لحظه مثلا چه میدونم والیبال داشتیم بازی میکردیم همچین یه اسپک خوبی زدم غرور منو گرفت خدای منو ببخش. بعد میگه دیگه قشنگ آخرش دیگه این همه گریه کردیم اشکم ریخته بودیم میخوابیدیم، صبحش بلند میشیم دعای چی بخونیم؟ ندبه. گفتم من برمیشتم به رفیقم گفتم من خدا وکیلی هیچی دیگه نمونده تا مخم صبح بخوام بگم، یه چی برای چی گریه کنم الان؟ همینجا میبینه آقای نوجوانا نونهالا رو آدم میبینه قبطه میخوره، آدم مقایسه میکنه خودشو با زائرهای دیگه. طرف میبینه اسم ابو عبدالله اومده یهوی دوزانو نشست، میگه چرا من این کارو نکردم؟ میبینید دقیقا یعنی این یه مولکول هایی که اصلا همجهت میشن.
و درس میگیرن از همه، همه از او بالایی درس میگیرن، به همه داره عنایت میکنه، انرژی دارن میگیرن، نور میگیرن، بعد به هم دیگه هم دارن نور میدن. وقتی عالم بزرگ اهل سنت و امام یکی از فرق اربعه اهل سنت احمد ابن حنبل پیراهن شافعی که قبل خودش اینا معاصر همان بودن تقریبا، از دنیا که رفته بود آی شافعی که او هم باز امام یکی از فرق اربعه اهل سنته، کردهای هموطن ما و هموطنان عزیز هرمزگانی اون تمتیه ما شافعیان، پیرهن این رو مینداخت تو تشت میشست، آب این پیرهنه رو میخورد. میگفتن چرا این کار میکنی؟ میگو عالم بوده. از برادران اهل سنت هم عمدن مثال آوردم براتون. شما ببینید جایگاه پیامبر دیگه کجاست پس؟ جایگاه ائمه کجاست پس؟ وقتی یه عالم دینی، خب آیه شافعی 150 سال 200 سال بعد پیغمبر به دنیا آمده زندگی میکرده، اصلا ندیده، از صحابه نیست اصلا. شما ببینید آدم نباید زیارت که میره به سمت این ذریح ابا عبدالله میرسه، اون حسی که دوست داره دستش برسه به ذریح، حالا نشد به کاشی دست بکشه، این جایگاهی نداره. اون پاسداشت علم جناب شافعی هست، این پاسداشت بزرگواری های اهل بیت نیست. راوی این زیارت شریف آل یاسین که یک ویژگی بسیار خاص داره براتون خواهم گفت، فردیست به اسم ابو جعفر محمد ابن عبدالله همیری، اهل قم بوده. این چهار تا تقریبا 3-4 توقیع نامه از امام زمان میگیره، سوالات مردم قم رو میپرسیده در زمان غیبت صغرا که نواب اربعه بودن، عثمان ابن سعید، محمد ابن عثمان، حسین ابن روح و علی ابن محمد سمری. این من این توقیعی که میخوام عرض کنم به محمد ابن عثمان مینویسه، سوال میپرسه آقا مردم این سوال رو دارن، من این سوال رو دارم، فلانی این طور میگه. جالبم هست توقیات رو بخونید، اون ادبیات و اون سوالات جالب. در پاسخ این سوالات حضرت انتهای یکی از این نامه ها زیارت آل یاسین رو خودش برای ایشون مینویسه، یعنیش این زیارت هدیه امام زمان به شیعیانه، اصلا کسی ازش نخواسته بود از ایشون. مثل زیارت جامع کبیره نیست که طرف رفته گفته آقا به ما یاد بده یه زیارتنامه که ما میرسیم حرمهای شریف شما اهل بیت چی بخونیم، خدمت شما میرسیم چی بخونیم، برای همه امامان میشه خون. ایشون کسی از ایشون نپرسیده، زیارت جامعه رو خودشون هدیه میدن. زیارت از این جهت خیلی منحصر به فرده. خیلی از علما روی این زیارت تاکید دارن، شیخ طبرسی در احتجاجش آورده، علامه مجلسی نقد کرده و غیره. 4 بخش داره، من نمیخوام خیلی وارد اینا بشم، یه 3-4 تاشو توضیح میدم و یه نتیجه مهمی میخوام امشب بگیرم آخر این در واقع بحثم. بخش اول سلام و درود به حضرت، به خود حضرت. بخش دومش شهادت دادن به عقاید حقه تشیع، توحید و قشنگ میگی، نبوت و میگی، امامت و میگی، ائمه رو اسم میبری بابا، و امام رو گواه میگیری بر عقایدت، میگی شاهد باش. بخش سوم بیان ملاک و سنجه، وسیله سنجش، سعادت و شقاوت، تولا و تبرا، معیار حق و باطل، اینو میگی. بخش چهارمش هم تجدید بیعت با امام زمان و اعلام آمادگی برای یاری ایشونه. این بخش سلامش خودش باز میشه، چند بخش میشه، من آروم آروم شروع میکنم. اولا سلام یکی از نامهای خداست، از نامهای خداست که موجب روندن شیطون میشه. شما همینطور که به هم میرسید سلام میکنید، کار شیطون سختتر میشه، برای همین خودش مستحب، جوابش واجبه. واجبه یعنی چی؟ مثل تمام واجبات دیگه که دارید انجام، تا حدی که اگه سر نماز باشی سلام بکنن با جواب بدی، از این ور به این آدم میگه جواب باید بدی، از اون طرف هم به اون میگه اگه نفر داشت سخنرانی میکرد یا سر نماز بود سلام نکن. بعضیا
آزار دارن. آره میدونن مثلا طرف از سر نماز جواب بده میتونن. بعد سلام هم باید یا عین خودش بگی یا بهترش. اگه بگه سلام علیکم تو جواب بدی سلام کافی نیست، او بگه سلام علیکم یا بعد بگه سلام علیکم یا مثلا یا و رحمت الله بذارید. یه روایت داشتم میخوندم، یه آدم حالا بنده خدا مریضی خاصی داشته یا بخواسته شوخی کنه، این هر دفعه امیرالمومنین میدید یه سلام یه خورده اضافه میکرد. تو از سلام ازت میفهم سلام علیکم و رحمت الله، سلام علیکم و رحمت الله، سلام علیکم و رحمت الله و برکات، سلام علیکم و رحمت الله و برکات، سلام علیکم و رحمت الله و برکات و تحیات. همینجوری میگم آخری دیگه داشته ادا در میاد، ازم خوبه بس دیگه جمعش کن نمیخواد. آره دیگه داره شوخی به جایت بارید، بعد بشین نیم ساعت جواب سلام طرفو بدیم. قرآن میفرماد خوب دقت کنید، تمام بهشتیاست. تحیتهم یوم یلقونه سلام، میگه تحیت آنان در روزی که او را دیدار میکنن سلام است. و عد لهم اجرا کریما، براشون هم یه پاداش پر ارزش آماده شده. در جای دیگه میفرماد دعواهم فیها سبحانك اللهم و تحیتهم فیها سلام، گفتار و دعای آنها در بهشت این است که خداوند و منزهی تو سبحانك اللهم، و تحیت آنها در آنجا اینه سلام. و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین، این زیاد شنیدید توی سخنرانی ها اینا میگن. یعنی خیلی جالبه بهشتی ها با خداشون اینجوری حرف میزنن، با هم اینجوری حرف میزنن. یه سلام مطلق بدون قید داریم، یعنی سلامتی از هر آفت و عیب و نقص. یعنی ما، یعنی خدا، پیغمبران، امام خدا، پیغمبران و ائمه رو از هر گناه و نقصی چیکار میکنیم؟ وقتی سلام بهشون میدیم آری میدونیم. بعد بدونی از این وقت داری سلام میدی با امام زمانت به ابا عبدالله، معنیش چیه؟ یعنی من شما رو از هر نقصی آری میدونم. سلامی که ماها به هم میدیم یعنی اینکه اعلام میکنیم از جانب من به تو آسیبی نمیرسه، تو در سلامت هستی. کسی که اعلام میکنه از جانب من به تو آسیبی نمیرسه، از جانب من امنیت برقراره، ما تو اسلام شروع کننده جنگ نیستیم، فلذا جوابش واجبه. مگه میشه طرف اون بنده خدا چوب در نیاورده با تو به جنگه اومده سلام داده؟ تو باید، باید اینجا دیگه باید است، باید شما ترک دعوا بکنی. سلام زائر به زیارت شونده یا مزور اینه که شما به او اعلام میکنی که من شما را مبرا از هر نقصی میدونم، شما عین نوری، عین پاکی هستی، و درخواست سلامتی داری برای امام زمانت از همه بدیها، سختیها، و برای او آرزوی امنیت میکنی. این سلام یعنی یکی از معنیش اینه که انشالله دچار هیچ بیماری نشی. ببین چقدر قشنگه، یه کلمه داری میگی شما 10 تا دعا و چی توش نهفته است. سلام به شکل متعدی که تو باب تفعیل بره بشه تسلیم، به معنی تسلیم به کار میره، این هم که یکی از صفات فعلیه در واقع خداست، یعنی عالم هرچه دارد تحت تسلیم توست. من به شمای دارم سلام میدم که هیچ نقصی نداری و میدانم همه چی تحت کنترل شماست، همه تسلیم قدرت لایزال الهی هست. سلام به امام هم همین دوتا معنی رو داره، یعنی از هر عیب و نقصی پاکی و کائنات مسخر شماست. حالا طرف سراغ یه رئیس اداره میره، سراغ یه مسئولی میره، چون میدونه امضای کارش زیر دستونه. دیدی چجوری سلام میکنن؟ دولار راست میشن فلان به امان. او بیشتر کار سازه یا اون بالایی؟ یا او کسی که شما میدونید ما از بقیه اهل بیت هم چیزی میخوان تا امام زمان امضا نفرمان خدا نمیده. الان امام زمان ایشونه. یک دعایی داریم که ما با اون یاد دادن اهل بیت رو بخونیم، میگه یا محمد و یا علی یا فاطمه یا صاحب الزمان ادرکنی. یکی از علما خدمت امام رضا امام زمان رسید، عرضه داشت این عربیش غلطه، ادرک یعنی یه نفر، اینو ما درستش کنیم به شیعیان اعلام کنیم، بهت بگیم ادرکو، جمع باید ببندیم دیگه، چون پیامبر و امیرالمومنین از زهرا امام زمانش 4 نفر،
حضرت فرمود نه خیر، همون ادرکنی درسته. پرسیدن چطور؟ ایشون فرمودن چون از اون بزرگواران هم میخوای تا من اراده کنم، اراده نکنم و نخوام، خدا نمیده بهتون. ما اصلا حالیمون نیست شأن امام زمان چی، اصلا امکان نداره ثانیه ما بر ما بگذره بدون عنایت ایشون، روزی به ما برسه بدون عنایت ایشون، برگی از درختی بیفته بدون عنایت امام زمان. داوود ابن کثیر از امام جعفر صادق در مورد سلام بر پیامبر میپرسه، ببین ایشون چی جواب میده. یه سلام این معنی ها رو داره، گوش کنید. حضرت فرمودن چون خدای تبارک و تعالی در عالم ارواح قبل از این خلقت زمینی پیامبرش را و وصی او امیرالمومنین و دختر و دو پسرش و امامان دیگر 14 معصوم و همه شیعیان را خلق فرمود، از آنها پیمان گرفت، یعنی از ما پیمان گرفته شده، چه عهدی بستیم که در بلاها صبر و در برابر دشمنان خدا و هوای نفس پایداری کنند و جان خود و اسبان خیش، یعنی اون داراییشونو، در راه خدا بی پروا قرار دهند. از ما عهد گرفته شده و خدا در مقابل این امور یه هدیه خیلی خوبی داده دیگه. یعنی خدا از ما پرسیده پاید یا همچین معامله ای، گفتیم بله. کدوم آدم عاقلی بگه نه؟ با آنها وعده فرمود که زمین را، که حالا داخل بندازه میشتم مثلا منظور مدینه یا بیت المقدس یا مکه بیتونم، اینها را به ارث ما برسون. و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم وارثین، به ارث اینها خواهد رسید. تمام آسمان ها و عرش و برکات آسمان ها به آنها بنمایاند و ایشان را از دشمنان آسوده گرداند و زمین را به محل امن و سالم از شرور و شرارت ها تبدیل فرموده و آنچه را در زمین است برای آنها سالم دارد و ذره ای ناسازگاری در آن نباشد و هرچه را دوست داشته باشند در زمین برای آنها موجود کند، نه بهشتا، رو همین زمینی وعده داده شده. خدا این از پیامبر ما پیمان گرفت، پیامبر هم از همه امامان و بعد از شیعیان پیمان گرفته شد، ما عهد بستیم. این وعده کی محقق میشه؟ روز ظهور، چون الان پر از شرارت زمین. یعنی روزی خواهد رسید هیچ کسی در حق کسی دیگه نمیتونه ظلم کنه، اصلا قضاوت ها باطنیه. حضرت این اختیار رو داره، اصلا نیت ها رو میخونه که در بین انبیاء الهی فقط حضرت داوود این اجازه رو داشته. سلام به حضرت یادآوری اون تجدید عهد و پیمانه و یادآوری اون آینده روشنه که چی، که همچین روزی خواهد رسید و از ما عهد گرفته شده در این کوران حوادث اون عهد یادتون نره، پاکارش وایستیم و همه این وعده ها در حکومت ایشون محقق میشه. 23 تا سلام داره این زیارت نامه که با واوه های عطفش میشه 40 تا سلام. یک چله سلام دارید شما تو این زیارت نامه، این 40 عدد کماله دیگه، یه چله سلام دارید. اولی و آخریش به همه اهل بیت میرسه، بقیهش مختص خود امام زمانه. با چی هم شروع میشه؟ سلامون علی آل یاسین. یاسین از القاب پیامبره، آل یاسین یعنی آل پیغمبر. این به همه عرض کردم امامان میرسه. خوبه بدونید از قراء سبعه 7 نفری که قرائت میکردن در صدر اسلام با لهجه های مختلف، یکی لهجه کوفی داشت، یکی مال بصره بود و قاریا وقتی یه چیزی رو میگفتن بنویسید، خوب دقت کنید، با آموزش صوتی هم کنارش داشت، چون خط کوفی نقطه نداره، حرکت نداره، اینو چجوری بخونی من بود، 7 مدل لهجه و اینجور چیزا بود. جالبه بدونید 5 نفر از 7 نفر شیعن تو اون عصری که انقدر شیعه کم بوده،
و جالبتر از این حیث برای ما ایرانی ها که پنج نفر از هفت نفر نسب ایرانی دارن. این خیلی جالبه. که این قرائت معروفی که ما الان میبینیم، حفص از کیه؟ عاصم شیعه است. قرائتی که بر کل دنیا حاکمه، قرائت امیرالمومنینیه. چهار تا از سه تا از قراء سبعه سلامون علا، دیدید الیاسینه، آل یاسین اصلا گفتن. ابن عامر، نافع و یعقوب، اینو با مد خوندن. یعنی در بین خود قاری ها و مفسرین معروف بوده که این آیه علاوه بر اینکه داره به حضرت الیاس اشاره میکنه، اشاره مستقیم به آل پیغمبر خدا سلام داره میده. حالا این سلام ها خودش چند بخشه. بخش اول یک دوره کامل امام شناسیه. دوره کامل امام شناسی 19 صفت امام اینجا میاد. وقتی شما میخوای امامت بشناسید خوب دقت بکن. یکی باید شأن امامو بشناسی، یکی شخص امام. 12 تا امامی که ما داریم شخصاش با هم فرق میکنه، اما شأناش که یکیه. که شأن امامت چیه؟ همشون حجت خدا، همشون داعی الله هن، همشون و ربانی آیات هستن. اینا تو زیارت آل یاسین داری دیگه. یکیش هم شخص امامه، یکی امیرالمومنین که امام صادقه. شأن که واجب هستم، اصول دینه. شخص هم واجبه. شخص به چه درد میخوره؟ هیچین فرقه های ظالم، کسایی که مدعی مهدویت میشن دیگه نمیتونن دکون دستگاه درست کنن. شما اون شخص رو هم میشناسید، میدونید اسمش چیه، مشخصات فیزیک بدن ذکر شده در روایات، فرزند چه کسی ذکر شده، رنگ پوست بعضن میبینی ذکر شده. حالا جلوتر براتون میخونم. من نمیخوام این 19 تا صفت رو بخونم، اما 4 5 تاشو میخوام من باب تبرک و تیمم یه تبرک از اینجا ببریم، بگم که به بحثمون هم ربط داره. بله لازم امامت رو بشناسیم دیگه. من ما تولم یعرف امام زمان ما تمیتتن جاهلیه. این یعنی هم بدونیم امامت یعنی چی، هم به صورت ویژه امام 12 هم کیست. وظیفه‌مونه الان اگه ندونیم بمیریم به مرگ جاهلیت ماره، با همون اعراب جاهلی مشهورمون کنن. سلام میدیم، میگیم یا داعی الله. داعی الله یعنی یه کسی که داره خدا رو صدا میکنه، یه معنی. دومیش اینه که و مردم رو دعوت میکنه به سمت خدا، دعوت کننده به سمت خداست. و این مستلزم این که این آدم باید معصوم باشه، چون داره خدا رو معرفی میکنه دیگه. اگر اسمت نداشته باشه، همه این تک تک اینو نشون میدون باید اسمت داشته باشه. ما در دعای افتتاح آرزو میکنیم تو اون حکومت امام زمان، نگاه کن، و تجعل و نافیها من الدعات الى طاعتک. ما هم جز دعایان باشیم، منتها مردم رو دعوت میکنیم به کی؟ به طاعت توی خدا. الان هم میتونیم این کارو بکنیم. ما قرار شبیه امام معصوم بکنیم خودمون تا جایی که میتونیم. بالقوه در وجود ما گذاشته شده. تو بالفعلیشه که مشکل پیدا میکنیم، نیروشو داریم، این پتانسیل در ما هست به جایگاه خلیفت اللهی برسیم. کسایی بودن رسیدن مثل حضرت ابراهیم. نمیتونیم بالقوهش بکنیم. اساسا اهل بیت دیدید دوتا وجه دارن، یه وجهشون معصومیتشونه، اما اسمتشون، اما یه دقت کردید، اما وقتی که بین من و شما میخوان برخورد بکنن شبیه من و شما میشن کاملا. عشق میریزن، میان خدای ما رو ببخش، روزه میگیرن، را میرن رو زمین، این من و شما زندگی میکنن. چرا؟ چون اگر اینطوری نباشه ما دهنمون بازه. از قضا از ما سختتر هم کار انجام میدن. اگه بقیه نماز میخونه چند برابر میخونن، اگه بقیه جهاد میکنه خیلی بیشتر جا، اگه بقیه کار میکنن بیشتر کار میکنن. در مورد اهل بیت شما چی دیدید؟ روایتی که میخونیم میگه آقا میرفتن بیل میزدن توی نخلستون، امیرالمومنین چاه حفر میکنده. اگه من شما لباس تنمون میکنیم، اونا لباس زخیم تنشون میکردن. سختترین کارها رو انجام میدادن حجت بر ما تموم بشه، بگه باشه معصوم نبودی، اینجوری که میتونستی برخورد بکنی، اداشه که میخواد میتونستی در بیاری. که این دوتا وجه من دیدم بعضا قاطی میکنن
مردم خوب متوجه نمیشن. پس یه وجهی از سمت خدا داره، یه وجهی از سمت ماه. اهل بیت هر دوتا رو انجام میدن. امام حسین اشاره بکنه اونجا هزار معجزه رخ میده. عین منو شما میخواد بجنگه. امیرالمومنین عین منو شما میخواد تو احد بجنگه. میخواد تشنگی بکشه. حضرت علی اکبر وقتی اومد آب خواست از ابا عبدالله، دفعه دوم اومد گفتش، گفت شمشیرم خیلی سنگینه، شما فکر کن 10 کیلو 20 کیلو این آهن رو دائم تکون میدادن، واقعا کار سختیه. تو اون گرما تو اون آتش اومد جلو ابا عبدالله، نمیتونست اراده کنه سیرابش کنه. میخواد همه اتفاقا زمینی بیفت. حجت بر من شما تموم شه. و ربانی آیاته، رب یعنی پرورش دهنده. شما پرورش دهنده و گویای درست، تبیین کننده هم آیاته یعنی آیات قرآن، هم نشانه های خدا، همه اینها هستید. یعنی هیچ مخلوقی به کمال نمیرسه جز با عنایت الهی، در این که شکی نیستش که. و این کمال از جانب امام، این فیض از جانب امام میرسه. اگر این رو به صورت اضافه صفت به موصوف بگیریم میشه نشانه خداگونه. تو یه آیتی هستی که الهی. خود حضرت دعایی رو به محمد ابن عثمان آموختن این بود: خداوند از تو مسئلت میکنیم و میخواهیم با حقیقت تمام آن چیزی که والیان امر تو را میخوانند، همانان که ایشان را معدنهای کلماتت و پایه‌های توحید و آیاتت قرار دادی، فرقی بین تو و ایشان نیست. دقت کنید، امام زمان داره ما یاد میده فرقی بین تو، توی خدا و ایشان نیست. یعنی چی؟ یعنی خدا نه خیر، سب کنید، جز این که آنان بندگان و آفریده های تو هستند که رتق و فتقشان به دست توست. یعنی هر کاری که از خدا سر میزن از امام سر میزن. شما بگی امام خلق میکنه، اشتباه نیست. مگه حضرت عیسی خلق نمیکرد؟ فکر نکنید اون شرک، این اون موجودات که نمیخوام اسمشون رو بیاریم جلسمون رو خراب بکنیم، هیچ نمیفهمن. قرآن به حضرت عیسی میگه تو خلق کردی اون کبوتر رو، این عبارت رو منتها به اذنی زنده میکند. امام حضرت عیسی زنده نمیکرد؟ میمیراند. واقعا اشتباه نشه، الا اینکه این بزرگواران مخلوقن و خالق است، همه به عنایت اوست. عنایت قطع بشه یه سوزن تگرد رو نمیتونن جابجا کنن الا همین. یه معنی دیگه داره این که یعنی شما نمایانگرترین نشان الهی، یعنی توی شما اصلا توی این چجوری بگم، تو آیتی بودن خدا، آیتیتتون اینجوری بگیم بهتره، از همه چی بیشتره. یعنی خدا هیچ نشونه مثل شما نداشته، تو هیچ چیزی خدا اینجوری نشون داده نشد، تا حدی که مردم قاطی میکردن به برخی از اهل بیت میگفتن خدا. به حضرت عیسی نگفتن دارن زنده میکنه میمیرونه لابد خداست. به امیرالمومنین نگفتن، چند تا معجزه از امام هادی دیدن به امام هادی نگفتن، فرقه نصیریه درست شد، میگفتن خداست. خدا یه بار در زمان عیسی اومده رو زمین، یه بار در زمان امیرالمومنین، یه بارم در زمان امام هادی اومده رو زمین. یعنی امام محل بروز صفات الله. امام باقر میفرماد، خیلی عبارت عجیبیه، نقل میکنه از پدر بزرگوارشون از امیرالمومنین، کان امیرالمومنین صلوات الله علیه یقول، میگه امیرالمومنین میفرمود مال الله عز و جل برای خدا آیتون هی اکبر منی، خدا نشونه بزرگتر از من نداره. ولا لله من نبع اعظم منی، و خدا خبری مهمتر از من علی نداره. امام باب الله، باب یعنی چی؟ در. خونه رو چجوری میره توش؟ از در. قسمتی که از خونه مجازی بری فقط دره، و همون در نشون میده که خیلی ها نباید بیان تو. دقت کنید، در از این طرف که اجازه میده یه دی بیان تو، دقیقا اجازه میده یه دی نامحرم تو نیان. امام باب الله، همونطوری که یه دی رو خدایی میکنه، دقیقا
عده‌ای رو که خدایی نیستن راه نمیده. امام حجت خداست، دلیل خداست، آدرس خداست. و جالبه بدونید همه ائمه حجت خدان، اما این لقب خاصه کیه؟ ایشون. مثل اینکه امیرالمومنین فقط خاصه مولا علیه، حجت فقط خاصه حضرته. راوی میگه اون دقایق آخر عمر شریف امام حسن عسکری که بود، فرزند 5 سالش اومد، پارچه انداخت روی پاهای شریف امام حسن عسکری. حضرت فرمود پسرم منو وضو بده. سم اثر کرده ظاهرا اینطوره دیگه، منو وضو بده. یه حضرت آبو برداشت، یه چیزی خون، من نفهمیدم چقدر عجیب. امام زمان یه ظرف آبی رو برداشت، یه دعایی میخونه، با اون داره وضو میده، با آبی که یک ذکری برش گفته. میگه عضو بدن مبارک امام حسن عسکری رو وضو داد. یعنی اینقدر حال حضرت خراب بود خودش نمیتونست وضو بگیره. بر سر و پای مبارکش مس کشید. امام حسن عسکری به این بچه 5 ساله فرمود ابشر یا بنیه، پسر عزیزم، پسرکم، بشارتت میخوام بدم. فانت، که به راستی تو صاحب الزمان، تو صاحب الزمانی، و انت المهدی، تو اون مهدی بعد داده شده ای. و انت حجت الله علی ارضه، تو حجت خدا رو زمینشی. و انت ولدی و وصی، تو فرزند منی و وصی من توی. اینو فهمیدن امام بعدیشون. در جای دیگر هم حسن عسکری 40 نفر از یارانش حاضر میکنه، نشون میده با امام زمان و پیمان میگیره برش. و دلیل ارادته، میگه تو آدرس خدایی، دلیل یعنی آدرس، اراده خدا دلیل یعنی آدرس، نشونه اراده خدایی، آدرس اراده خدایی یعنی چی؟ اینو دقت کنیم. ما 3 تا حالت تو اراده داریم که همش خیلی مرحله بالایی ها، منتها یکیش دیگه خیلی به قولی ویژه است. این که خدا بنده ارادهش رو تابع خدا قرار بده، بگه هرچی او میخواد منم همونو میخوام. این خیلی مقام بالاییه دیگه. این جابر پیر شده بود، پیامبر بهش وعده داد دیگه، تو یکی از نوادگان من، امام باقر رو میبینی، سلام منو بهش برسون، در ایام پیریت میبینیش. وقتی خدمت حضرت رسید خیلی پیر شده بود. حضرت پرسید حالت چطوره؟ ایشون گفت بابا انقدر دیگه پیر شدم، الان مردن برای من بهتر از زنده موندنه. حضرت فرمود ارادت رو تابع اراده خدا قرار بده. ما اینجوری نیستیم. ما 2، یک اتحادی شکل میگیره بین اراده، مرحله دومش به قولی، اراده عبد با اراده رب، با اراده خدا. تو این مقام بنده خودشو مصلوب الاراده میکنه، میگه مثلا اراده ای ندارم، همه چی تو. یعنی اگه ازش بپرسن چه اراده ای داری، میگه من هیچ، من اراده ای ندارم، مثلا چیزی نمیخوام، همه چی دست اوست، هر چی او بخواد منم اون رو میخوام. حضرت امام سجاد میفرمان زمانی که در سخت بیمار شده بودم تو کربلا، یکم به این فکر کنید، چی آرزو نداره پارکاب امام حسین به جنگ، چه امتحانی. حضرت سجاد شدیداً بیمار میشه، امام حسین میاد بالا سرش میفرماد که چی میخوای، چه میخوای؟ امام سجاد میفرماد گفتم، دقت کنیم، ما چی میخوام، ببین، میخوام اگه خدا بخواد حالم خوب بشه، اگر لطف خدا، رضایت خدا در اینه حالم خوب بشه، پارکاب شما بجنگم. میخواهم در آنچه پروردگارم برای من تدبیر میکند و رقم میزند پیشنهادی نداشته باشم. به من چه مریضم یا مریض نیستم؟ لابد همه چی دست اوست، لابد که نه، قطعا همه چی دست اوست. ما میگیم لابد یه، دیدی، لابد یه خیریتی داره،
خیلی اوضاعمون خرابه. یعنی خودم میگم بعضی موقع مثلا به این چیزا رو میخونم، بعد یهو مثلا حرفای خودم میافتم، یاد عملکرد خودم میافتم، از شهر میخوام برم تو زمین. می حضرت فرمود احسن تو، آفرین به شما. ابراهیم جدمون هم اینجوری بود. امامت، حالا امام سجاد هنو امام نیستا، یه مقامی هست اون دیگه چیه، مقام سوم. عبد به مقامی میرسه که مردم با اراده او میفهمن اراده خدا چی بوده. امام زمان میفرماد قلب ما ظرف مشیت الهی است. اراده کند ما خواستیم، کن فیکون. اصلا انگار خدا خواست. اصلا میخوای بدونید خدا چی میخواد؟ نگاه کنید. این دقت کنید، به خطاب از زهرا فرمود خدا یا فاطمه ای، خدا یروا راضی میشه لرزاک، با رضایت تو راضی میشه. یعنی رضایتت عین رضایت خداست. یعنی تو از کسی راضی باشی و هم راضیه، به کسی غضب کنی و هم غضب میکنه. تالیه کتاب الله و ترجمانه، تلاوت کننده قرآن یعنی عمل کننده به قرآن. تالی به معنای پشت سر هم، میگه و شمس و ضحاها و القمر رضا تلاها، و ماهی که پشتش میاد، یعنی پشت سر همه. اصلا تو پشت قرآنی، تو بعد قرآنی، تو خود قرآنی، گوینده قرآنی، عمل کننده به قرآنی. مرحوم سید بحرالعلوم میگه یه روزی در نجف یکی ایشونو میبینه، فردیس نقل میکنه از ایشون، میگه دیدم سید بحرالعلوم تو نجف تو حرم امیرالمومنین داره شعر میخونه بلند بلند. چه خوش است صوت قرآن ز تو دل رو با شنیدن، به رخت نظاره کردن سخن خدا شنیدن. گفتم اصلا عجیبه از ایشون، تو حرم امیرالمومنین جای شعر خوندن نیست که، نه که جای شعر خوندن بعدش ها، یعنی از ایشون همچین فضا. سید بحرالعلوم ببینید تحقیق کنید چه کسی بوده. میگه نتونستم تحمل کنم، رسیدم خدمتش گفتم آقا داستان چیه؟ گفت همینطور که وایستاده بودم دیدم بالا سر امیرالمومنین آقا صاحب الزمان نشسته داره قرآن میخونه. میگه جوری که قرآن میخوند تمام وجودم به لرزه در اومد، از خود بی خود شدم این شعر رو خوندم. چه خوش است صوت قرآن ز تو دل رو با شنیدن، به رخت نظاره کردن سخن خدا شنیدن. مثلا تو رو ببینم یاد خدا بیفتم. اون شعر قشنگی گفته این شاعر، میگه به صوت حجازی قرآن مهدی. قرآنی که وقتی بخونن چهار ستون بدنت بلرزه، قرآنی که فقط بخونن، قرآنی که فقط بخونن هدایت چی؟ میفهمید چی میگم؟ فکری چی بوده پیامبر قرآن میخون عربای جاهلی مسلمون میشدن. اونا میگفتن گوشاتونو بگیرید این سحره، مگه میشه یه شعری و اینه؟ اونا که میگفتن شعره، چون مسجع قرآن برخی از آیاتش میگفتن این شعره. منتها چرا هر کی میشنوه از خود بی خود میشه، خدایی میشه؟ میگفتن آقا گوشاتونو بگیرید این ساحره. یعنی فقط کافیه آقا ظهور بفرمان شروع کنه فقط قرآن بخونه، کافیه. و ترجمانه، اصلا ترجمه قرآن شمایی، تفسیر قرآن شمایی. ما چی میفهمیم؟ هزار بطن داره آیات قرآن. امیرالمومنین فرمود تو همین الله الصمد تمام اتفاقات اول تا آخر دنیا رو از توی بیرون میکشن. میگه قرآن تبیان لکل شیء، دمان همه چیزها مطلب داره، کوش بس. ما نمیفهمیم، طرفو داشتن میبردن دزدی کرده بود دستشو قطع کنن، امام سجاد اون بغل ایستاده بود دخالت نمیدادن امام رو در حکومت. که حضرت فرمود چیکار کرده؟ گفت دزدی کرده، میخوام چقدر دستشو قطع کنیم. حضرت فرمود انگشتاشو بیشتر نمیتونید قطع کنید، حق نداره کف دستشو قطع کنید. گفتن کی گفته؟ برای چی ما میخوام دستشو قطع بکنیم؟ حکم خدا اینه دست دوز رو قطع کنید. حضرت فرمود فقط انگشتاشو. گفتن چرا؟ فقط هم اینجا باید اهل بیت آیه قرآن میخوندن. گفت مگه نمیدونید قرآن فرموده مساجد للهه؟ حالا من شما صد بار اینو بخونیم میگه مسجد مال خداست. مساجد یعنی سجدگاه ها، درست شد؟ نوک انگشتای پا، زانوها، کف دست و پیشانی، اینا مال خداست، حق ندارید آسیب بهش برسونید.
یه فهم معصوم از قرآن اینجوری داره دیگه. 100 سال ما نمیفهمیم. حکم فقهی قضایی داره توش استنباط میکنه. بخش دوم، یعنی محور دوم، سلام بر امام تو این زیارتنامه با حالات مختلفش. نشست و برخاست امامو میگه السلام علیک حین تقوم. انگار یه نفر اصلا مجسم سازی میکنه دیگه، تصویر سازی میکنه. یه نفر داره میگه سلام بر تو وقتی پا میشی، سلام بر تو وقتی میشینی. این یعنی تمام حرکات نشستن برخواستن، مراد چیه؟ تمام حرکات و سکناتت. یه معنی باطنی هم داره، تقوم یعنی قیام میکنی، تقعد یعنی چی؟ میگه الحسن و الحسین امامان، قاما او قعدا. میگه امام حسن و امام حسین امامان، چه قیام کنن چه متارکه جنگ کنن، قیام نکنن. میگه سلام بر تو بنی باطنیش میشه هم در ایام غیبتت و همون موقعی که این تقوم، وقتی مینشینی، وقتی برمیخیزی. محور سوم سلام بر امام در نمازشه. من هیچ جا دیگه ندیدم السلام علیک حین تصلی و تقنط، سلام بر تو وقتی نماز میخونی، وقتی قنوت میگیری، حین ترک، وقتی میری تو رکوع، حین تسجد، وقتی بلند میشی به سجده میری، السلام علیک حین تحلل، وقتی لا اله الا الله میگی و تکبر، وقتی تکبیر الله اکبر میگی، السلام علیک حین تحمد، وقتی حمد میخونی و تستغفر استغفار میطلبی. تمام این حالات و اجزای نماز امام ذکر میشه، بهانه‌ای برای تقدس امام، تقدیس امام و تقربشه. انگار گوش کنید، خیلی جالبه، این مرید بهترین حالت مراد خودشو داره تصور میکنه، تصویر سازی میکنه. این زیارتنامه رو امام بهمون یاد داده، میگه منو تو این حالت عشق بازی کنید با هم، این بیشتر به دردتون میخوره. از یه طرف امام سر نماز داره خدا رو تقدیس میکنه، از یه طرف ما داریم اون حالت امام رو تقدیس میکنیم. دقیقا شأن امام اینه دیگه، بین ما و خدا باشه دیگه، راه بین من و خدا، بین من و شما و خدا باشه. دیدید یه نفر که من عاشقه از خنده های معشوقش میگه، میگه خنده هاشو ندیدی، اخم کردناشو ندیدی ها؟ اینجا برعکسه، صحبت خنده و گریه و اینجور چیزا نیست. زیباترین حالت امام رو میگه کجا بدون؟ میگه اونجا که داری نماز میخونی. خیلی باید حروم لقمه باشی تو نماز به امام حمله کنی، خیلی باید حروم لقمه باشی وقتی داره نماز میخونه تیر بندازی، خیلی باید حروم لقمه باشی وقتی وسط نمازش بری سجاده از زیر پاش بکشی. نماز امام زمان نمازیه که انبیا بهش طمع دارن، میدونن خیلی از چیزها رو فقط کافی پشت سرش نماز بخونن گرفتن. ورکه عمر را که این دستور داده شد، گفت با رکوع کنه، سوره بقره با رکوع کننده ها به رکوع برید. به مریم حضرت مریم دستور داده شد ورکه عمر را که تو هم باید با رکوع کننده ها به رکوع برید. بابا اصلا یهودی ها که نمازشون رکوع نداره، کلی مفسرین بالا پایین کردن. سوره مائده جواب میده و هم راکعون، وقتی آیه ولایت امیرالمومنین نمیاره، میگه میدونی رکوع کننده ها کیان؟ اینا. دستور بر تمام مسلمانان، بر انبیاء قبل از این، بر قدیس و قدیسه های قبل از ما، باید ولایتشون رو بپذیرید. فلذا آرزوی حضرت مسیحه که بعد از هنگام ظهور پشت سر امام زمان نماز بخونه. نماز میخونه که تقرب بجوبه، نماز میخونه که رتبه بگیره، نماز میخونه که الله سیر بکنه، بالا بره. شاید، نمیدونم، من بی سواد نمیتونم بگم، شاید سر این که میگن نمازتون اول وقت بخونید خدا دستتون میگیره همینه. یعنی آیت الله بهجت میفرمودن نمازتون رو مقید باشید، دست اول وقت بخونید، اون کسو خدا دستشو میگیره. شاید سرش تو اینه که شنیدید دیگه، میگن نمازی که اول وقت بخونی پشت سری که خوندی امام زمان جلال. یعنی اینجوری با فاصله و ندیدن دستگیری میکنه، یعنی اصلا از کنارش گذر کردن هدایت پیدا میکنی. حالا برید بگردید اون کسیو که میخواد معاشرت کنه با امام زمانش، میخواد رفیق بشه با امام زمانش، میخواد صبح و شبش بیاد امام زمانش بشه،
میخواد وقتی داره نماز میخونه یاد اون تیکه ها میفته تو دلش، تو ذهنش میچرخه، اینه ترک و منم الان دارم تو رکوع میرم، اینه تست شد، اون چه جوری سبحان الله میگه امام زمانم، منم اون جوری میخوام بگم. ببین چطوری آدمو خدایی میکنه، چطور آدمو وصل میکنه. یحیی بن فضل میگه دیدم حضرت موسی بن جعفر داره میفرماد توی خداوندی که معبودی جستو نیست، که آغاز و پایان و آشکار و نهانی، درخواست میکنم در امام موسی بن جعفر در فرج انتقام گیرنده از دشمنان تعجیل و به وعده او وفا نمایی، ای صاحب بزرگی و بزرگواری. میگه عرض کردم برای کی داری دعا میکنی آقا؟ امام موسی بن جعفر از خدا برای یک کسی دیگه داری میخواد؟ چه شأنی داره او؟ فرمود برای مهدی. بذار کامل بگم، روایت میگه برای مهدی آل محمد. ما که نمیفهمیم آقا موسی بن جعفر چی میبینه که اینجوری ذکر میکنه. پدرم به فدای کسی که سینه اش فراخ، جسمی توصیف میکنه اون زمانه، داره میبینش، ابروانش پیوسته، ساقهای پایش باریک، فاصله میان دو شانه هایش پهن دور، رنگ چهرش گندمین، و با وجود گندمین بودن زردی به واسطه بیداری هایش پیوسته شبه ها بر او نمایان است. یه به خاطر بیدار خوابی هم یک زردی صورتش دیده میشه. پدرم به فدای کسی که این ترک و تس شده دارم ها، اینه ترک و اینه تس شد و تس شد، پدرم به فدای کسی که شبها در حالی که در سجده و رکوع است ستارگان را می پاید. یعنی رکوع و سجود امام زمان ویژه است، خاصه، اینا دقت بکن. پدرم به فدای کسی که در راه خوشنودی او، لا اله الا الله، سرزنش هیچ سرزنش کننده ای در او اثر نمی گذارد. ما کجا؟ ما فرزند امیرالمومنین هم بر 70,000 منبر مولای من و شما فوش خورد. 70,000 تا منبر میدونی یعنی چی؟ یعنی 70,000 تا CNN منبر و موقع رسانش بود، BBC، 70,000 تا کانال تلگرامی، 70,000 تا پیج اینستاگرامی، رسانه بر 70، نه 70,000 نفر لعنش کنن، نه، بر 70,000 منبر او بالایی لعن میکرد، اونا میگفتن الهی آمین. یکی از اینها یادش رفت تو قنوت نمازش امیرالمومنین لعن کنه، بهش یادآوری کردن بعد نماز، این ملعون همونجا به خاطر کفاره این گناهش که یعنی امیرالمومنین لعن نکرده پول داد یه مسجد ساختن، مسجد ذکر نام گرفت. محور چهارم، یعنی محور آخر، سلام به امام در اوقات و لحظات متفاوت زندگیش. میگه السلام علیک حین تصبح، سلام بر تو وقتی روز تو صبح میکنی. عجب، یه میره فکر کنی منحصر به فرد این زیارت. و تمسی، وقتی شب میکنی، غروب میکنی. السلام، آخه چرا صبح و شب و صبح و غروب، نه آخر شب؟ اینا بعد یادمون نره کلام خود امام به ما یاد داده ها، کلام امام کلام خدا. السلام علیک فی اللیل اذا یخشا و النهار اذا تجلا. این لیل اذا یخشا یادمه احیای نیمه شبانه 3 سال پیش براتون گفتم، این لیل اذا یخشا یعنی که اون خورشید میره تو غیبت، تاریکی حکم فرما میشه، ائمه ظلمت بر دنیا حاکم میشن. و النهار اذا تجلا، تفسیر شنی امام زمان، و اون خورشید وقتی جلوه میکنه تو آسمون میدرخشه. تو این قسمت لحظه لحظه امام زمان، صبح و شب یعنی لحظه لحظت. اما یه نکته دیگه هم داره، چرا صبح و غروب گفت؟ برای این امام رضا علیه السلام میفرماد ما امامان هر صبح و شام، نه هفته دوبار، روزی دوبار، هر صبح و شام اعمال شیعیانمان بر ما عرضه میگردند، پس هر تقصیری که در اعمال آنان باشد عفو و بخشش آن را از خدا می خواهیم. و
و هر کار خوب و پیشرفتی در اعمالشان ببینیم، از خدا برای صاحب آن عمل پاداش می‌خواهیم. یکی خدمت یکی از ائمه رسید، عرضه داشت چرا انقدر استغفار می‌کنی؟ فرمود عوض شیعیانم. این ته نامردی ها، گناه که می‌کنیم، هواشم که نداریم، عوض گناهامون استغفارم می‌کنه. او استغفار میکنه که چپ نمیکنیم تو این آخر الزمان. بخش سلام ها که تموم میشه میرسید به شهادت به عقایدتون. اینجا با شهادت گرفت میگم اشهد و که یا مولا، آقا جان شاهد میگیرم تو رو که لا اله الا الا الله وحده لا شریک له. بعد پیامبر رو میگید که حبیبش، رسولش، عبدش. بعد اماما رو میگید. اینجا میدونی یعنی چی؟ یک دوره امام شناس عقیده، اصول عقاید شیعه رو شما اینجا میبینید. زائر اینجا عقیده خودش رو بر امامش عرضه میکنه، میگه من میگم خدایی نیست، من میگم فلان به همان، که اگر ایرادی داره اصلاح بشه دیگه. میگن حضرت عبدالعظیم حسنی میرم خدمت اماما، خدمت امام هادی رسید، گو آقا جان بیا من بگم توحید یعنی این، نبوت یعنی اینا رو من توضیح بدم، اگه ایرادی داره بر ما برطرف کنید، نیفتیم بمیریم. وقتی عقیدشو گفت، بخونید تو روایات هستش، سرچ کنید تو اینترنت میاد، حضرت چقدر دعاش کرد. این همون دینیه که آدمو نگه میداره. آقا جان متوجه شدی؟ یعنی همین که من و شما زیارت نامه میخونیم اینجوری شهادت میدیم، یعنی شاهد، یعنی من حاضرم خدا رو شاهد بگم تو وایسایی داریم نگام میکنی. این حسو داریم؟ آیا رو عقایدمون اینجوری کار کردیم که به امام زمان بگیم من تو رو شاهد میگیرم که خدا یگانه است؟ و بابت این تحقیق کردیم دیگه انشاءالله. این نشون میده ما باید اهل تحقیق باشیم. به توحید اشاره میشه، به نبوت اشاره میشه، به امامت اشاره میشه، به رجعت اشاره میشه خیلی سریع و به معاد. فصل سوم دعا، بیان بیان و ملاک سعادت و شقاوت، تولا و تورا معیار حق و باطله. اینجا اعلام میکنیم شقی من خالفکم، بدبخت شقی و به شقاوت دچار شده هر کی مخالفت کرد با شما. مخالفت کرد با شما میدونی یعنی چی؟ یعنی آقا جان ما میدونیم شما رفتار در مورد حجاب این بود. ما میدونیدیم شما اینجوری صدقه میدی. ما میدونیم نماز خوندن شما اینجوری بود دیگه، شهادت دادیم، امام میشناسیم دیگه، نماز خوندنش رو سلام دادیم به صفاتش اول، قشنگ ما رو مرحله به مرحله آقا داره میکشونه جلو که آدم بشیم آخرین زیارت. و سعد من اطاعکم، سعادتمند هر کسی، خوشبخت هر کی اطاعت کرد شما. فاشهد علی ما اشهدت که علیه و انا ولی لک بری ام من عدوی. بازم شاهد میگیری، میگه من ولی تو هم، دوستدار تو هم، تحت ولایت تو هم و براءت میجوام از دشمنان تو. این بیزاری باید تو دل بچرخه دیگه، سر زبون که نیستش که، و در عمل هم بیاد. اعلام میکنی تنها راه سعادت فقط اطاعت از شماست. فالحق ما رضیتمو، حق اون چیزی که شما راضید. من اصلا تعریف از حق و باطل ندارم، حق همونی که شما داری میگی. والباطل ما اسخطتمو، باطل همون چیزی که شما بدتون میاد ازش. والمعروف ما امرتم به، شما به هر چی امر بکنی معروفونه و از هر چی نهی بکنی اون منکر از نظر ما. و بخش پایانی تجدید بیعت و اعلام آمادگی برای یاری امام زمانه. فنفسی مؤمنتون بالله، اینجا معرفت رو میگی، وحده لا شریک له و به رسوله و به امیر المؤمنین و بکم و به شما اماما. یا مولای اولکم و آخرکم، از اولینتون تا آخرینتون. و نصرتی معدتون لکم، من یاریم آماده است. بگو چیکار کنم، چی میخوام؟ یه موقع یاری من اینه که شمشیر بکشم، آمادگی فیزیکی جسمی نظامی در خودم. یه موقع اینه تو این عرصه وحشتناک فرهنگی از ابزار اسلحه‌های امروز دنیا امروز استفاده کنم، از رسانه استفاده کنم، ذکر شما رو بگم. اینا رو میگی. و مودتی خالصتون لکم، مودتم هم خالص خالص. آمین آمین. آقا یعنی دست تو دست مولا گذاشتی، همینجور داری باش میری مه بشی، درسته؟ اصلا زیارتنامه تصویر سازی میکنه دیگه.
میگه سلام وقتی به شما، وقتی میشینی، وقتی پا میشی، وقتی نماز میخونی، سلام به صبح، سلام به شب، به تمام اعمالت، به تمام زمانها، یعنی به ذکر حالی رسیدن دیگه. یکی به من گفتش که این مهر مهدوی رو برای چی رو انداختی؟ گفتم فقط دوست دارم به این حد، مهمترین جوابی که از این طرح گرفته میشینه که طرف تو ذهنش هر روز به این فکر کنه چه کار خوبی میتونم برای امام زمان انجام بدم. همین فکر کردن بس، امام زمان تو قلب و ذهنش. یه نفر کنار خیابون سوار کنم بگم آقا 5 سلامات برای سلامتیش سلامات بفرست، من کافیه برام. همین که درگیر او هم، یعنی میشه وقت خدا بخوای خدای من درگیر امام زمانتون. همین، اینو دقت بکنید آقا. ما یادمون میره آقا، ما یادمون میره. چجوری به شما بگم، چجوری به خودم تفهیم کنم؟ این اول تذکره برای خودمه. ما یادمون میره امام ما رو میبینه، خدا شاهده، یادمون میره، میگیم یادمون میره. شما طرف میخواد بره مثلا خدمتی که از مراجع گزارشی بده، رهبر انقلاب رفته توی پادگان نظامی بازدید، از چند وقت قبلش تبلیغ میکنن. اون کسی که میخواد قرآن بخونه چند بار این آیات رو بررسی میکنه. اون کسی که میخواد گزارش بده لباس اتو کشیده یه نظامی بنا. بابا ما اصلا یادمون میره جلوی کی داریم این کارا رو میکنیم. حضور رو نه آقا، میفهمه درسته من غایبم، دقیقا در این زیارتنامه احساس تشخیص فهم من بی سواد اینه. حضرت میخواد به ما بفهمونه بابا نگاه کن، به بلند شدنم سلام کن، به نشستنم سلام کن، به نماز خون، یعنی من هستم، منو تصور کن. آیت الله مدنی یه بار دیدن بعد از نماز شروع کرد اشک ریختن، گفتن چرا گریه میکنی؟ ایشون فرمود حضرت رو دیدم، دیدم گلایه داره. گفتم آقا جان چی شده؟ فرمود گلایه دارم از این شیعیانم که اینجوری نماز میخونن، بعد نماز یهو بلند میشن میدوئن میرن، انگار نه انگار ما نیستیم بینشون، یه دعا برای ظهور ما نمیکنن، اولویتشون ما نیستیم. همونجا سر نماز که داره به کاراش فکر میکنه بلافاصله نماز تموم شد کجا بره؟ عزیز من شب یه معانی که برای تاسوعا عاشورا گفتن، تاسوعا یعنی نهم، عاشورا یعنی دهم، برای همین اسم این روز نهم دهمه، لابد هشتم میشه سامونا. تا حالا همچین چیزی شما شنیدید؟ لغویون میگن یکی از معانی دیگه تاسوعا عاشورا، تاسوعا از وسعت یافتن، عاشورا از معاشرت کردن میاد. شاید اینجوری درست در باشه که حضرت شب عاشورا، یعنی روز تاسوعا قرار بود جنگ بشه، حضرت فرصت خواست. برای چی؟ میخواد وسعت بده. چیو دلارو؟ شما میدونی اگر خدا این سینه رو فراخ نکنه، اگه سعه صدر نده پنچر میشیم، تو آخر الزمان دووم نمیاریم. پیغمبر خدا میخواد پیغمبری کنه، میگه ربش رحلی. آره، به پیغمبر ما خدا میفرماد علم نشرح لک صدرک. شما دقت کردی میخوای بری زیارت اماما چی بهمون یاد دادن؟ اللهم طهرنی، طاهرم کن، و طهر لی قلبی، قلبمو پاک کن، کثافتی تو قلبم نباشه، یه قطره نجاست تو لیوان نباشه، اگه هرچی آب بریزن نجاست بیشتر بشه. اینجا نگاه کن، وش رحلی صدری، سینم فراخ بشه. مگه کجا میخوابه؟ میخوام برم امام بفهمم، میخوام برم تو محضر امام. محضر امام رسیدن شرح صدر میخواد. مگه میشه شما اون واقعه های عاشورا رو ببینی اینجوری شوق به میدان رفتن داشته باشی؟ روز تاسوعا روز وسعت یافتن دلا بود. همه میدونستن میخوان کشته شن، نمیترسن، نه از فحش ترسیدن، نه از توهین ترسیدن، نه از کشته شدن ترسیدن. ماها رو دیدی تا یه اخ و پخی به اون میکنن چجوری به هم میریزیم؟ همه اینا مال اینی که صدرمون، سینه ما سعه نداره، شرح نداره. برای من عجیبه، ما بدیم میدونیم، اما خوبیم که اومدیم اینجا. خواستیمون دیگه، برگ بی اذن از درخت نمیفته. منو خواستی امشب اینجا باشم، منو خواستی امشب تو خونه با گوشی مراسمو نگاه کنم، منو خواستی اونور آمریکا تو کالیفرنیا با ما پیغام رسونن آقا ما مراسم اینجا مداح نداریم، با برنامه شما میخوایم بگیریم. صبح شب هم به هم میریزه دیگه اونجا.
عجب از خواستی دیگه. چجوری؟ همون جوری که هر رو خواستی. این خیلی مهمه. هر صد راه امام زمانش کرد. ما با گناهامون صد راه امام زمان کرد. اما یه ویژگی داشت خریدش آقا. چی بود؟ مؤدب بود. وقتی حضرت فرمود مادرت به عزاد بشینه، خواست برگرده همینو به حضرت بگه، یه لحظه یادش افتاد مادرشون که هیچ نگفت. همین خریدش. یه چیز دیگه بهتون بگم، هر شب عاشورا تو خیمه نبوده. به این دقت کردید؟ شب عاشوراش تو خیمه دشمن بوده. داشته شام میخورده، غذا میخورده، هر کار میخورده. اما فکری بوده، صبح چی میشه؟ ما میخوایم بگیم آقا جان ما شما رو نمیبینیم، اما حاضر و ناظر بر خودمون میبینیم. میشه مثل ابو عبدالله ما رو هم بخری؟ میخوام حرد باشیم. ما بیزاریم از این اتفاقا، از این جهلی که آخر الزمان میاد. به خدا بدمون، ما رو میگشه میبره ها، میدونم، اما خدا میدونه که بدمون میاد. دستمون رو بگیر. وقتی تو اینجایی بیا معنا ندارد. وقتی تو اینجایی قرار حس حضور دیگه ها. وقتی تو اینجایی بیا معنا ندارد. آقا کجا هستی کجا معنا ندارد. بیماری ما غفلت از یاد نگار است. دور از طبیبان که دوا معنا ندارد. ای مهربان تر از پدر مادر، چه گویم بی تو رسیدن به خدا معنا ندارد. وقتی تو از دست دلم راضی نباشی، یا ربنا یا ربنا معنا ندارد. نگذار بین غفلت کبرا بمیرم، وقتی میان غیبت کبرا بمیرم. ما را در این شبها تمنا می نویسند، مجذوب وصف و وصل لیلا می نویسند. من قطره ناچیزم اما مطمئنم، من قطره ناچیزم اما مطمئنم. امشب مرا همپای دریا می نویسند. به به چه توفیقی مرا هم چند سالیست آواره شبهای احیا می نویسند. ایل و تبارم را که نوکر می نویسند، ایل و تبارت را که آقا می نویسند. امشب برای ما کمی باران بخواهید، امشب برای ما کمی باران بخواهید. هرچه شما خواهی همان را می نویسند. ما که یتیمان در کوی تو هستیم، ما که یتیمان در کوی تو هستیم، قطعا شما را جای بابا می نویسند. یا ابانا استغفر لنا. چشم من و دست کریمت مهربانا، امشب صدایت می زنم من یا ابانا. موجم که دارم حس طوفانی شدن را، از دوریت پار گریبانی شدن را. مثل تمام کوچه ها این قلب ما هم دارد تمنای چراغانی شدن را. اصلا مرا هم پای این ریسه ببندید، دارم سر حلاج قربانی شدن را. آقا به خاک پایتان سوگند دارم، آقا به خاک پایتان سوگند دارم. از نو بنا سازم مسلمانی شدن را. از نیمه شعبان و احیایت گرفتیم اذن دخول ماه مهمانی شدن را. حتی به شوق لیلت القدرش نبخشم، حتی به شوق لیلت القدرش نبخشم این حال خوب نیمه شعبانی شدن را. تو لیلت القدر منی، تو لیلت القدر منی کعبه دو چشمت. هیهات بخشم حس حیرانی شدن را. تو وعده حتمی خورشید زمینی، تو آخرین تیر امیر المؤمنینی. باید فراق و سوختن باشد همیشه، بی سرپناهی سهم من باشد همیشه. اصلا میان ما دوتا باید همیشه سوگند شاه بی کفن باشد همیشه. غرق گناهم حر میدانم، ولیکن باید که دستی سوی من باشد همیشه. ترسم بمیرم روی ماهت را نبینم.
ترسم بمیرم روی ماهت را نبینم، باید اویسی در قرن باشد همیشه. بی یوسفی تا کی دمادم چشم یعقوب، دل خوش به بوی پیرهن باشد همیشه. میخواستم ذکر لبانم تا دم مرگ، یبن الحسن یبن الحسن باشد همیشه. در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان سه صلوات نهاد بفرمین.